آنچه که انسان در کویر به وجود آورده است به سختی باقی می ماند، زیرا فرسایش یافته و تخریب می شود و از بین می رود. نیروهای کویری بی وقفه در کار هستند تا رد انسانها را از بین ببرند. کاروانسراهای بین راه روزگاری محلی برای استراحت کاروانیان و عبور هزاران شتر بوده که تمدن غرب و شرق را به یکدیگر پیوند می‌دادند. اکنون خودروهای بسیاری بدون آنکه صاحبانش را اندکی به فکر وادارد که در دل کویر خشک حیات چگونه ادامه داشته و از چه راهی معمای به انقیاد کشیدن طبیعت سرکش به جواب نشسته، از کنار آن عبور می‌کنند و پای در بیابان‌های خشک و لمیزره کرمان می‌گذارند. گذر از بیابان‌های کرمان در گذشته این چندان دیر برای مسافران و کاروانیان وحشت‌آور و ترسناک بوده است. به ویژه نقاط مسکونی که تنها محل سکونت صحرانشینان به دلیل یافتن آب بود بسیار کم به چشم می‌خورد. گاه از دوردست‌ها با زدن قنات آبی آورده می شود که کشت قطع زمین کوچکی وابسته به جریان باریک نخمانند این شکل آبیاری ظریف و چشمگیر است. در اولین برخورد گذر زمان در انزوای مطلق کویر معنایی ندارد و انسانها در موضعی بسیار ضعیف سعی در حفظ خود دارند. گذشت زمان باعث می شود جزئی از محیط شوی. آنگاه آهنگ زیبای کویر را خواهی شنید و روی دیگری از زندگی نمود پیدا خواهد کرد که باعث پیدایش حیات در قلب مرده ایران و ایجاد شهرهای بزرگی چون کرمان گردیده است. کشف آثاری از محوطه‌ها و تپه‌های باستانی نشان می‌دهد نه تنها ارتباط بسیاری بین تمدن‌های شکل گرفته در کرمان وجود داشته، بلکه برخی از آثار متعلق به مکان‌هایی با بعد مسافت بسیار بوده است. در طی قرون وسطا با پیدایش تمدن‌های بزرگ، تجارت و تبادل کالا اهمیت ویژه‌ای یافت و راه‌های تجارتی بسیاری شکل گرفت. معمولاً راه ها را با نام محموله های مهم می شناختند، مانند راه برنج، راه ادویه و شاخصترین راه ها راه ابریشم بود. جا
جاده ابریشم از طریق خشکی از بسیاری از شهرهای کرمان عبور می کرد و از راه دریایی نیز کالاها در بنادر تیسب، میناب، هرمزگان، سیراب و بصره تخلیه و سپس از طریق راه‌های ارتباطی به کرمان و فارس منتقل و از آنجا به شهرهای شمالی و مجدداً به جاده ابریشم می‌پیوست. کاروان‌ها راه بندر میناب تا کرمان را 45 روز و هرمزگان تا یزد را 40 روز طی می‌کردند و مسافر بیچاره در طول راه کوچکترین آبادان را، چشمه بقا و نحیف‌ترین درخت را شجره طوبا می‌پنداشت. کاروانیان با رسیدن به کرمان به بهشتی دیگر دست می‌یافتند. استفاده از حمام‌ها، کاروانسراها، یخدان‌ها رمق از دست رفته را به آنها باز می‌گرداند تا دوباره پا در راه دیگر بگذارند. در دوره ساسانیان کرمان وضعیت دیگری یافت. اردشیر اول با احداث چند بندر در خلیج فارس تجارت دریایی را به گونه ای رونق بخشید که تا مدتها شهرت روم را در فعالیت‌های دریایی متزلزل کرد. سپس به امنیت راه‌ها پرداخت و برای آسایش و آرامش کاروانیان قلعه اردشیر را به قلعه دختر اضافه نمود تا حفاظت از تجار و راه‌های تجاری را نسبت به گذشته بیشتر نماید. میزان دارایی و کالایی که بار شتران می‌شد به راحتی می‌توانست بسیاری از حکومت‌های محلی را قدرتمندتر و یا در جهت ساقط کردن آنها حرکت کند. بنابراین تجار و بازاریان در هر دوره تاریخی راهی به جز تقویت ارکان حکومتی نداشتند تا در سایه نیروهای مسلح و آبدیده کالاهای خود را از گزند تهاجم راهزنان و یا شورشیان در امان نگه دارند. Thank you.
اندازه میتونه خوبه. این موقعیت ویژه کرمان وسوسه جنگ و لشکرکشی به این دیار را در حکام و فرمانروایان ایجاد می‌کرد. پس از ساسانیان یکی از سلسله‌هایی که باعث رونق کرمان شد، حکومت 150 ساله سلجوقیان بود که باعث رونق مجدد راه تجاری جنوب از طریق هرمز به کرمان و سپس یزد و اصفهان گردید. روایت کردند مرد نجاری در حالی که پسرکی را همراه داشت نزد ملک تورانشاه پادشاه سلجوقی کرمان رفت. تورانشاه به او گفت این پسر شباهت زیادی به ترک ها دارد. و مرد نجار جواب می دهد تا سربازان تو در خانه های مردم اتراق می کنند هر حادثه ای ممکن است اتفاق بیفته. تورانشاه برآشفت و دستور ساخت مسجد و بیمارستان و سربازخانه را صادر کرد و به ادارت تورانشاه محله شاه عادل نام گرفت. مسجد ملک تورانشاه که نمونه بارزی از معماری دوران سلجوقی است، دارای یک ایوان بزرگ و طاق‌نمایی رفیع است و از میان آن قناتی عبور می‌کرده که به نام دختر ملک تورانشاه مستوره نام گرفته است. در همین ایام مارکوپولو سیاح معروف و ماجراجوی ونیزی به کرمان می آید. او از رونق بازار کرمان بسیار سخن می گوید. زنان این سرزمین کار نمی کنند، بلکه دخترکانی را به خدمت می گیرند که با مهارت و سلیقه خاصی با سوزن، نقش چهاربا، پرنده، درخت، گل و چیزهای دیگر را با طلا و ابریشم به رنگ‌های گوناگون می‌بافند. علاوه بر صنایع دستی که در انحصار خانم‌ها بود، مارکوپولو معادن کرمان را چنین می‌ستاید. از کوههای کرمان گرانبهاترین سنگ ها به دست می آید که فیروزه نام دارد و به جز آن بهترین نوع آهن که قابلیت چکشخاری بالایی دارد یافت می شود. از این رو کرمان می تواند بهشت معدنکاران جهان باشد. پس از سلجوقیان آل مظفر بر کرمان حاکم شدند. مبارز الدین محمد مظفر سرسلسله آل مظفر به شکرانه سلامتی در جنگ و پیروزی بر قبایل جرمان و اوغان نظم می کند بر خرابه های قدیم و متروک شهر مسجدی بزرگ و باشکوه بسازند. مسجد جامع کرمان که نزدیک به 3300 متر مربع وسعت دارد دارای ظرایف و زیبایی های مختلفی است که تحسین همگان را برمی انگیزد. البته در دوره های بعد الحاقات و تعمیراتی در آن صورت گرفت.
از جمله کاشیکاری ایوان بزرگ و سردر شرقی که در زمان وکیل الملک به تحقق پیوست. در جنب مسجد بازاری برپا شد که تجار و کسبه در آلاچیک‌های چوبی به خرید و فروش مشغول می شدند. این بازار به بازار مظفری معروف گردید. محصولات زراعی منطقه مانند میوه و تره‌بار که توسط روستاییان و مردم حواشی شهر عرضه می شد از جمله کالاهای این بازار بود. با آغاز دوران صفویه بازارها از رونق تجاری بسیاری برخوردار شدند. شاه عباس صفوی با تغییر مسیر راه ابریشم از مسیر عثمانی به دریای بوشهر و هرمزگان تجارت را به این سمت منتقل نمود و عایدات عمده کرمان از این طریق تأمین شد. هرمزگان که در آن زمان قسمتی از ایالت کرمان محسوب می‌شد، به بندر عباسی تغییر نام داد. شاه عباس همیشه به گنجعلی خان احترام می‌گذاشت و وی را بابا خطاب می‌کرد. او در سال 1005 هجری قمری حاکم کرمان گردید و حدود 29 سال بر سمتش باقی ماند. وی به دستور شاه عباس کبیر طرح بازاری بزرگ با امکانات عالی را با کمک طراحان و معماران یزدی و اصفهانی ریخت. میدان گنجعلی خان به عنوان بارانداز مهم شهر مورد استفاده بوده و کاروانها با توجه به همجواری با بازار و امکان عرضه سریع بار خود را در این میدان فرود می‌آورد. مس یکی از ضروریات زندگی مردم گذشته و از اقلام صادراتی کرمان محسوب می‌شد. تقریبا خانواده‌ای وجود نداشت که یک یا چند ظرف مسی در خانه برای جهیزیه دختران دم بخت خود منظور نکرده باشد. در ضلع شمالی میدان گنجعلی خان و در میان راسته مسگرها زرابخانه قرار دارد. زرابخانه حدود 400 سال پیش مکانی بود که مسکوکات دولتی در آن ضرب می شد و همین امر موقعیت حکومتی و اداری بازار را نشان می دهد. شاه عباس توجه ویژه‌ای به تجارت ابریشم و منسوجات داشت. به همین منظور دستور داد مدل کارگاه‌های نساجی یزد و کرمان که پارچه‌های مرغوب تولید می‌کردند در اصفهان و دیگر شهرهای ایران دایر گردد.
سرمه داری سر سر نجا خود میشه چاروش کی پیش رفت ستش میگم چی رنگ شد اونم جا خود میشه قوی پشکی لکی جا خود دوار چار آخرش هشوش کی باگر چار تو بار خالی اونم جا خوش. در زمان صفویه دولت و بازرگانان ایرانی از صدور قالی نفع فراوانی می بردند. مقام اول را بین قالی‌های زیبای کرمان داشتند و سیاحان قرن 17 قالی‌های کرمان را تحسین می کردند. در ضلع شرقی میدان مدرسه گنجعلی خان واقع شده است. مدرسه گنجعلی خان قبلاً حوزه علمیه بوده و در آن طلاب برای فرا گرفتن دروس فقهی و سایر علوم مشغول می شدند. بعدها در دو طرف مدرسه گنجعلی خان دو مدرسه دیگر، یکی به نام مدرسه ابراهیم خان و دیگری به نام مدرسه محمودیه، احداث و مدرسه گنجعلی خان به صورت کاروانسرا در آمد تا از آن بهره برداری اقتصادی کرد. مسجد گنجعلی خان در جنب کاروانسرای گنجعلی خان که به نظر می رسد مصلای کاروانسرا بوده است قرار دارد. مساحت آن 28 متر مربع و بدون حیاط می باشد. این مسجد کوچک موزه‌ای است از هنرهای تزئینی اسلامی مانند کاشی‌کاری‌های کم نظیر، نقاشی، مقرنس‌کاری و کاربندی و حجاری. در ضلع غربی میدان گنجعلی خان و در میانه غربی راسته مسگرها آبنبار علی مردان خان که پسر گنجعلی خان است قرار دارد. مشغله پدران و گرفتاری های مادران موجب می شد وظیفه آب آوردن به عهده دختران جوان باشد که به دختران کوزه به دوش معروف بودند. در ضلع جنوبی میدان حمام گنجعلی خان قرار دارد که میتوان آن را شاهکار معماری ایران زمین دانست. سردر آن با کاشیکاری ها، گچبری ها و سربندی ها که حاصل زحمات استاد محمد معماری یزدی است تزئین یافته است. در شهرهای مهم تجاری در کنار دروازه‌های شهرها و یا در درون بازارها و کاروانسراها حمام‌های جهت کاروانیان احداث می‌شد
تا تجار و صاحبان کالا ابتدا برای ارزیابی مال و تجاره و پرداخت مالیات خود به کاروانسراها رفته و پس از آن برای شستشو وارد حمام شدند. حمام از دو بخش گرمخانه و سربینه یا رختکن تشکیل شده است. سربینه یا رختکن به 6 غرفه تقسیم شده بود: اعیان، خوانین، سادات، روحانیون، رعایا و بازاریان که هر یک فقط به غرفه مخصوص خود می رفتند. خستگی به شیوه سنتی با کیسه کشیدن، ماساژ و مشتمال همراه می شود. دلاک ها به هنگام کیسه کشی برای نشان دادن تلاششان چرک تن را که به شوخ معروف بود روی سینه و بازوهای مشتری جمع می کردند. کما اینکه وقتی از عارفی پرسیدند مردانگی چیست، گفت شوخ برگرفتن و به رخ نکشیدن. سوق عظیم گنجعلی خان دو راستی اصلی شرقی غربی و شمالی جنوبی را به هم پیوند می داد و بسیار پر رفت و آمد بود. برای داشتن هوایی خنک و مطبوع ارتفاع سقف چهار سوق را رفیع گرفته بودند. در سقف چهار سوق عکس هایی از مناظر بازار و کسبه مهم صفوی و چهار فصل سال با رنگ روغن نقاشی شده که با گذشت قریب به 400 سال هنوز زیبایی و جلوه خود را از دست نداده است. در جنب چهارسوق گنجعلی خان کاروانسرای چهارسوق قرار دارد. روزگاری این کاروانسرا پر از هیاهوی کاروانیان بود و مبادله کالا و پول به مقیاس زیاد صورت می گرفت. گنجعلی خان در سال 1034 هجری قمری هنگامی که در بالای ارگ قندهار بر تختی که به دیوار سنگی تکیه داشت به خواب رفته بود، دیوار سستی پذیرفت و او در خواب و بیداری به پایین افتاد و پسرش علی مردان خان نعش پدر را از قندهار به مشهد مقدس معلا منتقل نمود و در روضه رضویه به خاک سپرد. در پایان دوره صفوی در سال 1719 افغانها سیستان را در نوردیدند و به شکلی غیر منتظره کرمان را ساقط کردند. به علت هجوم افاغنه فقر عمومی دامنگیر شد و این فقر تا بعد از زمان نادرشاه افشار نیز ادامه داشت. آقا محمد خان قاجار در حمله به جنوب ایران به سد بزرگی چون کرمان برخورد. مدتها در پشت حصار شهر باقی ماند و پس از تسخیر کرمان به تلافی شهر را ویران ساخت و عده بسیاری را کور نمود. ظلم و تعدی به اندازه زیاد بود که احتمال جدایی بلوچستان و کرمان از ایران هر روز شدت و قوت بیشتری می‌گرفت. پس از مرگ آقا محمد خان، فتح علی خان قاجار به حکومت دست یافت. او یکی از بستگان نزدیک خود یعنی ابراهیم خان ظهیرالدوله را به حکومت کرمان گماشت. ابراهیم خان طی نامه‌ای به فتح علی شاه نوشت: شما مرا به حکومت شهری فرستاده اید که در حال حاضر از قصبه‌ای پست‌تر و مشتی مردم کور و مفلوک ساکن آن هستند. این نامه چون به نظر شاه رسید، دستور داد تا چند سالی مالیات گرفته نشود
و مبلغی از خزانه دولت جهت ابراهیم خان ارسال گردد. ابراهیم خان دست به کار شد و در اولین مرحله قنواتی احداث نمود و اماراتی بسیار عالی مشتمل بر مدرسه و حمام و قیصریه و آبنبار بنا نمود و بازار عالی با سقفی رفیع بنا کرد که به بازار زرگرها اشتهار یافت. مریت هاکس، زن ماجراجوی انگلیسی که در سال 1311 به کرمان سفر کرد، درباره مدرسه چنین میگوید: در مدرسه زهیر الدوله، زیباترین مدرسه علوم دینی ایران، به بازار باز میشد. قدم گذاشتن از بازار شلوغ و کثیف و بدبو به درون آن باغ تمیز و زیبا، در حقیقت همچون رفتن از سرزمین آشفته و جنجال به وادی آرامش بود. ولی آموزش مدرسه با زیبایی آن بنای آجری عالی، گشبوری‌های ظریف، پنجره‌های چوبی قشنگ و پرده‌های توری کتانیش برابری نمی‌کند. اقتصاد کرمان در عصر قاجاریه به علت تغییر راه تجاری بزرگ از بنادر ایران به کانال سوئز و دریای احمر لطمه بزرگی خورد. محمد اسماعیل خان نوری ملقب به وکیل الملک است که در عهد ناصرالدین شاه به مدت 7 سال بر کرمان حکومت کرد و خدمات شایسته ای را به انجام رساند. مجموعه ارزشمند وکیل شامل بازار و مسجد و حمام و کاروانسرا یکی از اقدامات او بود. خدماتش چنان گسترده و فراگیر بود که خود او گفته بود: اگر توفیق پیدا کرده بودم که یک روستای دیگر را آباد کنم، می توانستم در طول سال هر شب در یکی از آنها بیتوته کنم. در میانه بازار حمام وکیل قرار داره. این حمام به علت کاشیکاری و سبک معماری بسیار زیبایش نظر بسیاری از سیاحان را به خود جلب می کند. کاروانسرای وکیل جنب حمام وکیل در ضلع شمالی بازار قرار گرفته است و میتوان آن را بزرگترین کاروانسرای شهر خطاب کرد. همانطور که وزیری مورخ زمان قاجاریه گفته است: و الحق طرحی بدی و بنایی رفیع دارد. سردر ورودی با کاشیکاری بسیار زیبا از سبک‌های خاص معماری است. سال هاست که این کاروانسرا یکی از مکانهای گردشگری بزرگ محسوب می شود.
تجارت خارجی پشم و ابریشم و شال کرمان بسیار پر رونق و مقدار زیادی از آن به اسکندریه و استانبول صادر می گردیم. محمد تقی کرمانی یکی از استادکاران شالبافی در نامه ای چنین می نویسد: در زمان حرکت موکب همایون اعلیحضرت به سمت فرنگستان شالی آماده داشتم که مستقیماً به حضور امیرالسلطان فرستادم. حضرت اجل هم در رکاب همایونی تشریف فرمای فرنگستان شدند. شال را هم از حضور مبارک ایشان گذروندم. پسند هم فرمودند در زمان حرکت حکم به حضرت اجل آقای امینالملک فرموده بودند که شالها را ضبط فرمایند و برات قیمت صادر کرده و مرحمت فرمایند. شالبافان زحمتکش که می دیدند حاصل تراش آنها به جیب افراد مرفع جامعه سرازیر می گردد و دسترنج آنها زیب و زیور قامت بزرگان دربار قرار می گیرد، بی آنکه به حق مسلم آنها توجه شود، سر به مخالفت برداشتند و حرکت خودجوش آنها به پایان حکومت وکیل‌الملک انجامید. در این ایام وجود حقوق گمرکی در کرمان نشانه روابط فراملی با کشورهای خارجی بود. از معروف ترین تجار این ایام میتوان از حاج آقا علی نام بود، شخصی که روزگار به سختی می‌گذراند و کالایی را بین کرمان و رفسنجان مبادله می‌کرد. تلاش و همت حاج آقا علی موجب شد پس از چندی با چین و هند و سایر کشورهای مطرح آن دوره مراوده داشته باشد. بشقاب‌های چینی که با نشان 110 اختصاصاً برای او تهیه می‌شد هنوز معروف است. او که مردی خیر بود، مجموعه ای از کاروانسرا، آبنبار، بازار و مسجد بنا نمود. حتی تلاش تاجری مانند حاج آقا علی که در جهت امکانات رفاهی مردم صورت می گرفت نتوانست از فقر و گرفتاری مردم بکاهد. تجارت بی بندوبار خارجی اقتصاد ملی را مورد یورش مرگبار غرب قرار داده بود. انقراض دودمان قاجاریه با آغاز عصر پهلوی همراه شد و با ایجاد تحول عمیق اقتصادی و صنعتی جهان ادامه یافت. با کشیده شدن خطوط راه آهن و جاده‌های شوسه و هواپیما، سرعت تحولات اقتصادی بیشتر از پیش می‌گردید. جهان رو به رشد صنعتی گذاشت و نقش بازارهای سنتی و حمام‌ها و کاروانسراها و آبنبارها هر روز کمرنگ‌تر می‌شد. گسترش شهر حصارها را در هم شکست و با رویش لجام گسیخته تیراهن و سیمان شهر در هر سو گسترش یافت. تبادل کالا با سرعت بیشتری جریان پیدا کرد و لاجرم برخی از بازاریان به پروسه رشد صنعتی پیوستند. بعد از انقلاب سال 1357، سازمان میراث فرهنگی با تغییر کاربری برخی از ابنیه بازار سعی در حفاظت از آنها نمود.
کاروانسرای گنج علی خان به دانشکده هنر تبدیل شد. حمام گنج علی خان موزه مردم شناسی شد. حمام وکیل به سفره‌خانه سنتی تغییر کاربری داده شد. در مدرسه ابراهیم خان همچنان تدریس ادامه دارد. و اگرچه بسیاری از حجره‌ها و مغازه‌های بازار رو به خاموشی گذاشتند، اما هنوز هم میتوان آهنگ و ترانه خوردن چکش بر صفحات مسی و یا نرم شدن آهن روی سندان را شنید. بسیاری از مشاغل که هزاران سال قدمت داشتند یا به طور کلی تعطیل شدند و یا در حال رکود و بیماری هستند. شاید با تغییر کاربری بتوان یاد گذشته ها و نیاکان را حفظ نمود و سعی در جذب مسافران و ماجراجویان این دیار نمود و آیندگان را به تاریخ پیشینیان پیوند داد. شب هنگام با شنیدن صدای نقاره از نقارخانه بازارها رو به آرامی می‌گذارند و فرصت خلق رویدادهای نو را به فردا می‌سپارند. خیلی بازار فعل برای شما بازار فعل برای شما مکان مرا پریشون دیوانه تمام تو من عجنون سر میگیرو بیا بون از بای قشنگ بیاریم از بای قشنگ بیاریم یاله شنای بزاریم میرای بسوی غربت خدا ترک می کنم ولایت آخه قصه‌ام بروی ما هست قصه‌ام بروی ما هست دچیش منعیسی ما هست وای میرم به سوی غربت ترک می کنم ولایت